خواهشاتی نزیز توجه فرمایید. به احترام زندگیات علی مرفتانی ایشی که بودن به ارزشمند فوتبال شهر باران لطفاً یک دیگه سلوز بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر مشتاقان به ورزش. انشاءالله پیروز و سرفراز باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق سایه همکارانمون در گروه ورزش شبکه تلویزیونی باران و تقدیم حضور با سعادت شما میکنیم یکی از رقابت‌های حساس هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران رو، دیداری که امروز جمعه 8 شهریور ماه سال 1392 در ورزشگاه شهید عزودی رشت بین آبی پوشان داماش و زرد‌پوشان سپاهان اصفهان برگزار میشه. امیدوار هستم که این دیدار مورد توجه و عزت شما قرار بگیره با بازی خوبی که هر دو تیم ارائه‌گر اون خواهم بود انشاءالله. اما من اسامی بازیکنان دو تیم رو خیلی سریع خدمتتون معرفی بکنم. در تیم داماش تیم آبیپوش حبیب دهخانی دروازه‌بان هست، نظیف‌کار، مختاری، رحیمی، محمدی، حاجی‌زاده، کاردوست، متوسل‌زاده، حسن‌زاده، سهرابی و حاجتی بازی می‌کنن. افشین ناظمی هم سرمربیگری این تیم رو عهده‌دار هست. اجازه بدید که ببینیم حاج صفی این توپ رو چگونه روی دروازه ارسال خواهد کرد. درون محوطه جریمه برگشت توپ از مختاری و موقعیتی که برای غلامی هست و دو بازیکن تیم داماش که به هر طریقی که هست توپ رو کنترل میکنه. کاپیتان حاجتی از نیمه زمین هم گذر میکنه به مسعود حسنزاده که دو گل تا کنون به ثمر رسونده و توپ او هم لو میره. اما رحمان احمدی سنگربان سپاهان هست، حمودی، شجاع خلیل‌زاده، عقیلی، ایران نژاد، احمدی، جهانالیان، جلوویچ، حاج صفی، پاپی و غلامی هم دیگر یاران زرد‌پوش سپاهانی هستند. زلاتکو کرانچار هم سرمربیگری این تیم اصفهانی رو عهده‌دار هست. یک شوت از راه دور از حاج صفی که در دستان حبیب دهخانی قرار میگیره، بلافاصله هم توپ رو به زمین حریف میفرسته اما ضربه سر رو یاران زرد‌پوش میزنه. توپ حالا در اختیار عقیلی است، یه ضربه سر از حسن‌زاده و احمدی توپ رو دفع میکنه. غلامی هم توپ رو میخواست بکاره برای پاپی که او به توپ نرسید اما نهایتاً ایران نژاد به توپ میرسه. تا قبل از انجام این دیدار تیم سپاهان 10 امتیاز داشته، در مکان چهارم جدول رده بندی بوده. داماشی ها هم اگر اون یک امتیاز کمیته انضباطی رو کسب کنیم 5 امتیازی، البته هنوز به استیناف نرفته و ما فرض رو به همون 6 امتیاز میگذاریم و باید ببینیم که کمیته استیناف چه نظری خواهد داد. اما چیزی که مشخص بود انصافا جو ورزشگاه در بازی استقلال و داماش خیلی خوب بود و یه خورده که چه اصورم خیلی عجیب غریب بود این حکمی که صادر شد. جلال مرادی هم مسئول برگزاری این بازی است که تصویرش رو دیدیم. یه بار دیگه سپاهان صاحب یک موقعیت ایستگاهی میشه. حاج صفی پشت توپه، توپ رو هم بلند ارسال میکنه به درون محوطه جریمه. عقیلی با سینه توپ رو کنترل میکنه، موقعیت سانتر داره، این کار رو حالا انجام میده که برگشت توپ از نظیف‌کار انجام میشه. کاردوست، ارتباط قطع شد. یه ضربه سر از جلوویچ، حالا غلامی، جلوویچ، احمدی، توپ در اختیار زرد‌پوشان هست. احمدی ضربه سر، خط دفاع داماش توسط نظیف‌کار یه دور میزنه، یه پاس عرضی میده، خوب این کار انجام نداد نظیف‌کار. حالا موقعیت میره پیش بیاد برای پاپی به سمت دروازه و خطرناک بود اشتباه نظیف‌کار، از اون کار دست تیم داماش بود. اما پاپی هم ضربه‌اش رو خوب نزد. حبیب دهقانی صحبت میکنه با بازیکن خط دفاعی تیمش، ملاحظه بفرمایید نظیف‌کار که معمولا خیلی کم اشتباه میکنه اینجا پاس خوبی رو نداد، نصیب بازیکن حریف شد اما پاپی توپ رو به بیرون فرستاد. دهقانی باید از مقابل دروازه‌اش به توپ ضربه بزنه. بعد بازی فولاد دیگه دروازه‌بان فیکس داماش شده، بعدم کار نکرده.
قطع ارتباط از احمدی، یه خط امروز جلوتر داره کار میکنه به عنوان هافک دفاعی، چرا که امید ابراهیمی محرومه. این در واقع محمود کریمی است که شما دیدید. بولکو هم به علت محرومیت حضور نداره، این دو بازیکن در تیم سپاهان نیستن. در تیم داماش هم آبشک و مهدوی به علت مصدومیت قادر به همراهی تیمشون نیستن. هر دو تیم دو بازیکن خوب خودشون رو به همراه ندارن. دو خطا داماش، یه دونه سپاهان. کاپیتان حاجتی در غیاب مهدوی پشت توپ هست. سهرابی هم به همین ترتیب، ببینیم چگونه از این توپ استفاده میکنم. ملاحظه بفرمایید که خطا رو عقیلی انجام داد. حاجتی یه پاس برای سهرابی، اما سانت و این بازیکن خوب نیست و ضربه دروازه اعلام میشه. داور این بازی هم فرشید افشار از کرمانشاه، کمک ها محمد رضا امینی و بهروز برون. ایران نژاد، پاپی، توپش به بیرون رفت، پرتاب به سود آبی پوشان محمدی. این داور مسابقه است، فرشید افشار، متولد سال 52. تا کنون در رقابت‌های لیگ برتر 16 قضاوت انجام داده. از سال 87 وارد قضاوت در لیگ برتر شده. داور کرمانشاهی فوتبال کشور. یه برخورد اونجا مورد فهمای صورت می‌گیره بین هادی عقیلی و بازیکن داماش که مصدوم میشه. متوسط زاده به بیرون از زمین منتقل میشه. باید به وضعیتش رسیدگی بشه. فکر نمی کنم مسئله خاصی داشته باشه. به هر حال باید بیاد بیرون و بعد وارد زمین مسابقه بشه. مهاجم شیرازی تیم فوتبال داماش، عقیلی، جهانالیان. البته شجاع خلیزاده بود که توپ رو بلند فرستاده بود. حالا موقعیت هست برای جهانالیان، میتونه توپ رو حتی سانتر هم بکنه. هنوز اقدام به این کار نکرده، پاس میده. یاران سپاهان اون گوشه توپ رو از دست میدن. توپ از منطقه خطر دور میشه توسط ابوذر رحیمی و پرتاب اعلام میشه. شجاع خلیلزاده است، بازیکن شماره 3، بازیکن فصل گذشته مس کرمان که گفته میشد به پرسپولیس رفته، اما نهایتا سر از تیم سپاهان در آورد. این هم ضربه‌ای که زد و توپش به بیرون رفت. توپ به حاج صفی نمیرسه. دهقانی توپ رو به میانه های زمین میفرسته. ایران نژاد ضربه سر. محمدی به همین ترتیب برای داماش. جانالیان خودش به دنبال تو، رو به عقب سهرابی و باز هم دهقانی، این بار با پای چپ. زودتر از متوسل زاده شجاع خلیل زاده. حالا کاردوست، اعلام خطا از پاپی بر روی او در نهمین دقیقه. تمامی بازی ها قرار بود که 19 و 30 دقیقه برگزار بشه، یه بازی ساعت 7 شروع شد 19، اونم بازی پرسپولیس فولاد بود که تا دقیقه در واقع 35 2-0 به سود تیم پرسپولیس. در محوطه جریمه برگشت تو کاردوست، حاجتی یه پا دو پا میزن از میانه دو بازیکن رد میشه، سومی رو هم جا میزن اما پاسش به مقصد نرسید. پاپی اشتباه میکنه. یه توپ ربایی خوب از هافکای داماش. خلیزاده توپ رو به بیرون فرستاد. یه حرکت دیگه از حسنزاده و پرتاب به سود زرد پوشان هست. تماشاچیان نمیپسندن این
تصمیم داور رو. علی حمودی توپ رو پرتاب میکنه برای احمدی، جهانالیان، عقیلی یا ایران نژاد، ایران نژاده، پاپی توپش به بیرون رفت. این رو کمک اول این دیدار میگه و درستم هست. افشین ناظمی با شاگردان خودش صحبت میکنه. تیم داماش هفته گذشته یک برد شیرین رو به دست آورد در تبریز که اتفاقا اولین بردش هم بود و گسترش فولاد رو تونست با دو گل شکست بده و اولین پیروزی رو به دست بیاره. باد توپ هم است که کم شده یا دارن بادش میزنن. پرچمه، بله پرچمه، کمک داوره دوچار مشکل شده و آقای مرادی هم اونجا هست و دارن درستش میکنن. دوستان اگر این جمع رو نشون بدن، مثل این که یه پرچم دیگه اینجا وجود نداره برای داورا و اگر همون پرچم دوچار مشکل بشه اینجوری وقت بازی گرفته میشه. متوسل زده یه پاس خوب برای حاجتی، پاس رو به جلوش نرسید به ابوذر رحیمی و برگشت تو بس شجاع خلیل زاده. نظیفکار، ایران نژاد تعادل خوش رو از دست میده، متوسل زده با خطا متوقف میشه. این رو جمشید دانشمر میگه. حالا یه موقعیت ایستگاهی برای تیم داماش روی این ضربه. ملاحظه بفرمایید اینجا جهانالیان خطا رو مرتکب شد. 12 دقیقه بدون گل مساوی. عقیلی میره در خط دفاعی تیمش قرار میگیره. حاجتی و نظیفکار پشت توپ هستن. فاصله توپ تا خط دروازه زیاد هست. رحمان احمدی هم جاگیری میکنه و حالا ببینیم برنامه داماشی ها چی هست روی این ضربه و چگونه استفاده خواهند کرد. دیوار دفاعی سه نفره زردپوشان هم شکل گرفته. اصلاح به دلو محمدی که جریمه، یه ضربه سر، هنوز موقعیت هست. داور دستور خودش دمیده و اعلام آفساید میشه. خلاصه بفهمه توپی که اینگونه فرستاده میشه برای نظیفکار و در ادامه که اومد به توپ ضربه بزنه متوسل زاده، کمک داور پرچم خودش رو بالا برد. خطای غلامی اعلام میشه. تصویر آسره ببینید که چه اتفاقی افتاد. همینجا اعلام آفساید شد. سهرابی، کاردوست، دو بازیکن رو احاطه کردن. از کمند هر دو بازیکن میگذره کاردوست و یه پرتاب میگیره. بازیکن بسیار خوبی است. اینم هادی عقیلی که بعد از بازی در تیم القطر قطر دوباره به فوتبال ایران و تیم خودش سپاهان برگشته و بازوبند رو هم بر بازو بسته. شهاب گردان اونجا تصویرش مشخص بود، سنگربانی که دو سه سال پیش واقعا دایه ملی پوش شدن هم داشت اما الان دیگه دروازه‌بان ذخیره است. حالا یه موقعیت میره که به وجود بیاد برای تیم داماش و مشخصا حسنزاده، این بازیکن که خیلی با آتیه و مستعد دم نشون داده. توپش داخل چارچوب نبود، به پاشم ننشست. ملاحظه بفرمایید اینجا پرتاب انجام میشه، کاردوز توپ رو سانت میکنه و این قیچی برگردون که اگر میگرفت خیلی بهتر از اینها میتونست داماش از این توپ استفاده بکنه. نظیفکار ضربه سر اول، شجاع خلیلزاده به میانه زمین، توپ حاجتی به داور برخورد میکنه، یه
بازیکن زرکوش هم احساس ناراحتی میکنه، بازی متوقف میشه. تماشاگران علاقمند و مشتاقی که در ورزشگاه حضور دارن و تیم داماش رو تشویق میکنن. تیم سپاهان خاطره خوشی از تیم داماش نداره. انتهای فصل گذشته بود که با شکست مقابل داماش سپاهان قهرمانی رو از دست داد. در یک بازی زیبا داماش موفق شد سپاهان رو در همین زمین ببره و معادلات قهرمانی رو به نوعی بخم بزنه. حسنزاده ضربه سرش به سهرابی نرسید. یه توپ برای جلوویچ، ابوذر رحیمی توپ رو راهی اوت میکنه تا سازمان دفاعی تیم داماش شکل بگیره. زرتشتیان توسط پاپی، منطقه بازی عوض میشه. ایران نژاد حاج صفی توپش توسط بازیکن داماش به کورنر میده. خود حاج صفی هم میده تا ضربه کورنر رو بزنه. ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. این سهرابیه، بازیکن شماره 9 و چند پسته این تیم. حاج صفی پشت توپ هست، دورخیز زیادی هم نمی کنه. ارسال به دلو محوطه جریمه. احمدی توپش میرسه به عقیلی. عقیلی حرکتش نامشخصه و توپ به بیرون رفت. کاردوست، حاجتی، تو به رحمان احمدی میرسه. شجاع خلیلزاده، حمودی نفوذ زیادی نکرده. پاپی، غلامی توپش به مدافعین داماش رسید. محمدی، سهرابی زودتر از حسنزاده. عقیلی، زرتشتیان توسط احمدی. ایران نژاد توپ رو دور میکنه. حالا محمدی از تیم داماش، یه بار دیگه سهرابی، یک و دو با کاردوس ناموفق هستن. حرکت از پاپی، محمدی به خوبی او رو کنترل میکنه. میانه زمین ضربه سر شجاع خلیل‌زاده. حاجتی خطا از جهانالیان. جهانالیان معترض هم هست اما خطا درست بود. حاجی‌زاده بازی رو به جریان میندازه. دو تا داماش، 5 تا خطا سپاهان. تصویر سر رو هم ببینید، خطا محرز بود. متوسل زاده، حاجتی، توپ ابوذر رحیمی نمیرسه به بازیکن همتیمی. پاپی، حاج صفی کاملا متمایل به میانه زمین هست و به سان یک توپ پخش کن داره کار میکنه. نوید کیا که مصدومه، جباری هم که تقاضای فسخ قرارداد کرده و اون وسط سپاهان فعلا مهره نداره. ضمن اینکه امید ابراهیمی هم به علت محرومیت قادر به انجام بازی نیست برای تیم سپاهان و یه خورده مرکز زمین این تیم با مشکل مواجه شده و دست مربیان این تیم هم بسته است. تا جایی که حاج صفی که دفاع چپ هست یا گوشه چپ اونو بیارن و در نقش یک هافک بازیساز ازش بازی میگیرند. جهانالیان، پاپی، عقیلی، حمودی، جلوویچ یه فرار خوب تو سر توپ میزنه رو به عقب.
موقعیت میده ایجاد بشه برای زرتوشان جهانالیان و ضربش با اختلاف زیادی به بیرون میره. حبیب دهخانی مدام داره صحبت بکنه با یاران تیمش. درسته که فصل گذشته گلهای زیادی رو دریافت کرد اما بعضن عکس‌العمل‌های خوبی رو هم نشون میداد، اما باید قبول کرد که تیمش در فصل گذشته سقوط کرد و گلهای خورده فراوانی هم داشت. سمت نفت آبادان دهقانی بازی رو به جریان انداخت. عقیلی یه بار دیگه، عقیلی حاجتی ابوذر رحیمی رو راه میندازه برای خود حاجتی. هماهنگ نبودن تو این صحنه و توپ نصیب زرتوشان میشه. حاج صفی صاحب توپ هست. جلوویچ از راست حرکت کرده، به خود جلوویچ هم پاس میده. حمودی هم به اون نزدیک میشه. در نوع محوطه جریمه برگشت توپ. حاجیزاده توپش به حسنزاده رسید. مسعود حسنزاده بازیکن بسیار با آتیه ایست، خیلی هم خوب کار میکنه. یک پاس رو به جلو میخواد بده که عقیلی ارتباط رو قطع کرد، در حالی که خیلی راحت تر میتونست پاس بده. با شتاب زدگی توپ رو راهی اوت میکنه. متوسط زاده هم در تصویر مشخص میده. رحیمی باید توپ رو پرتاب کنه. خود رحیمی ارسال به دنو محوطه جریمه و این سمت توپ پاپی میرسه. جهانالیان، خود جهانالیان توپ از او گرفتن. کاردوست به خوبی این کار رو انجام میده و نازمی که متفکرانه بازی رو نگاه میکنه. رحیمی، حاجتی به دنبال توپ، توپ از او گرفتن. حمودی، خلیلزاده، محمدی از داماش، سهرابی زیر توپ و مدافعین زرتپوش و مشخصا عقیلی توپ رو در اختیار میگیره. احمدی، ایران نژاد، توپش به بیرون رفت. زلاتکو کرانچار پاپی رو صدا میزد. یه اشتباه از مختاری، حالا غلامی و این شوتی که از کنار دروازه به بیرون میره. مراجعه فرمایید، محمد غلامی بازیکن چهار گله که توپ رو اینگونه زد. دو سال پیش تو همین تیم داماش بازی میکرد، گلهای خوبی رو هم برای این تیم به ثمر رسونده بود و بازیکن تاثیرگذاری بود. بازیکن رضوان شهری سپاهان. ایران نژاد توپ رو بر میگردونه. محمدی، کاردوست، هادی محمدی، یه بار دیگه رضا کاردوست. توپ رو از او گرفت جهانالیان. پاپی توپ رو لو داد. کاردوست به خوبی توپ رو میگیره. تو یه گل جا میخوام به هم پاس بدن که این مسئله باعث میشه توپ از دست بره. غلامی تحت فشار پاس میده اما حمودی توپ رو میگیره. توپ در اختیار پاپیست، او هم برای جهانالیان میتونه در عرض پاس بده، این کار رو انجام میده. ایران نژاد ارسال بلند به درون محوطه جریمه، ضربه سر حاج صفی و حبیب دهخانی. توپ رو مشت میکنه، احساس ناراحتی هم میکنه. داور ببینه بازی رو متوقف میکنه که اینگونه هم میشه. همزمان با این بازی سبا با سپاسی بازی میکنه. مس با ملوان دیگر نماینده فوتبال استان. راهن سورینت با گسترش فولاد.
ذوب نفت، تراکتور و سایپا بازی‌های امروز هستن. پرسپولیس و فولاد هم که از ساعت 7 بازیشون شروع شده، تنها یک بازی باقی میمونه که استقلال خوزستان و استقلال تهران هست که فردا ساعت 19 7 شب برگزار میشه. دارم به وضعیت حبیب دهقانی رسیدگی میکنن. تمامی بازی ها بدون گل مساویه، به غیر از بازی پرسپولیس و فولاد که 2-0 با دو گلی که مدافع فولاد به خودشون زد و سید جلال حسینی برای پرسپولیسی ها، اون بازی 2-0. بقیه بازی ها که هنوز توپی از خط دروازه ها گذر نکرده و بدون گل هست. افشین ناظمی لبخندی هم بر لب داره و گویا از بازی تیمش تا اینجا راضی است. به هیچ وجه هم تماشاچیان حاضر در ورزشگاه از تصمیم کمیته انضباطی راضی نیستند و بارها و بارها و به کرات این مسئله رو نشون دادن. در بازی امروز انصافا هم خدمتون گفتم در بازی با سپاهان، در واقع در بازی با استقلال، جو خوبی بر ورزشگاه حاکم بود و مشخص نشد که چرا این تصمیم گرفته شد. یه پاس رو به جلو، غلامی تعادل خوش از دست میده، توپ به پای خودش برخورد میکنه و به بیرون میده. محمدی در تصویر مشخصه. قطع ارتباط از ایران نژاد. محمدی باید توپ رو پرتاب کنه. سهرابی پاس با سینه کاردوست به مقصد نمیرسه، اما سپاهانی ها هم اشتباه کردند. نظیفکار ملوان یه گل به تیم مس زده. حالا ببینیم با این توپ چیکار میکنن. ارسال حاج صفی به درون محوطه جریمه، پاپی توپ رو کنترل میکنه، موقعیت هست برای تیم سپاهان و خطرناک هم بود. زوباهن هم یه دونه به نفت تهران زده. دو تا بازی دو گل، توپ به بیرون میره. مناظر فرمایی توپی که اینگونه ارسال میشه، پاپی کنترلش میکنه، یه پاس رو به جلو و از مقابل جلویچ رها شد و نهایتا هم توپ دور شد. بازیکن داماش با خطا متوقف میشه. دو تا خطا داماش، 6 تا سپاهان. پشت توپ حاجتی راه میندازه ابوذر رحیمی رو، تو سر توپ میزنه، میتونه سانت بکنه با پای راست، این کار انجام میده. برگشت توپ، حالا حاجتی و توپش به یکی از بازیکنان حریف برخورد میکنه، ضربش گرفته شد و خیلی دوچار مشکل نشد. رحمان احمدی، جانالیان به دنبالتون، توپ رو به هر طریقی که از کنترل میکنه، همچنان خودش و او رو هم کنترل کردند. حسن زاده، شجاع خلیزاده با او حرکت میکنه و خطای مهاجم داماش بر روی مدافع سپاهان. خود شجاع بازی رو به جریان میندازه. نظیفکار سربه سر، موقعیت هست برای حاج صفی، میچرخه با پای راست میخواد به تو ضربه بزنه، توپش برگشت داده میشه. 11 ایران نژاد توپ از دست میده، به دنبال توپ متوسل زاده که هادی عقیلی پوشش مناسب رو میده. کنترل جانالیان خوب نیست. محمدی، حاجتی میتونه به رحیمی پاس بده، این کارا حالا انجام میده. حاجتی، حسن زاده، تکلش به بازیکن حریف میرسه. پاپی
حبیب دهقانی، بازی خیلی قشنگی رو شاهد نبودیم از دو تیم. مهدوی عدم حضورش کاملا احساس میشه در تیم داماش و همینطور آبشار که جنگنده است و خوبم توپ میگیره. حمودی حرکت از سمت راست، برگشت توپ این بار از محمدی. ایران نژاد از سپاهان، غلامی توپ رو از دست میده، با داور هم صحبت میکنه. داور اعتقادی به خطا نداشت. توپ به بیرون فرستاده میشه چون که کاردوست احساس ناراحتی میکنه. یه بار نتایج رو مرور بکنیم. پرسپولیس 2-0 از فولاد پیش افتاده، سبای قم و فجر سپاسی هم بدون گل مساوی بازیشون داره دنبال میشه. مثل کرمان در خانه یه گل از ملوان دریافت کرده، گل ملوان رو دقیقه 8 سهیل رحمانی به ثمر رسونده. راهن سورینت و گسترش فولاد بدون گل مساوی هستن. زوباهن هم یه گل تا اینجا به نفت تهران زده. بازی تراکتور سایپا هم گلی در بر نداشته، این بازی هم بدون گل مساوی است. اینا بازی های امروز هستن. یه بازی هم باقی میمونه که فردا ساعت 19:07 بعد از ظهر برگزار میشه که آخرین بازی هفته است و طی اون استقلال خوزستان در خانه به مساف استقلال میره. عقیلی، ایران نژاد، به نام خطا. حاجی سهرابی اعتقاد داره که خطایی مرتکب نشد، اما تصمیم داور چیز دیگری است. این چهره جمشید دانشمه، حبیب دهخانی، سنگروان داماش توپ رو میگیره. محمدی یه پاس رو به جلو برای کاردوست، سانتش رو هم انجام میده اما شجاع خلیلزاده ارتباط رو قطع کرد. توپ رو رها میکرد، رحمان احمدی میتونست توپ رو بگیره اما او ریسک نکرد و ترجیح داد که توپ رو راهی کورنر بکنه. ببینیم داماشی‌ها از این ضربه کورنر چگونه استفاده خواهند کرد. 33مین دقیقه بدون گل مساوی. حاجتی پشت توپ هست، تجمع بازیکنان در اون محوطه جریمه تیم سپاهان، سرزنهای داماش هم پیش اومدن. این توپی که فرستاده میشه و به هیچ بازیکنی هم نمیرسه. خلیلزاده به سرعت میدوه، از نیمه زمین هم رد میشه، یک پاس رو به جلو، حبیب دهخانی با سینه کنترل و نهایتا به زمین حریف میفرسته. حسنزاده احساس ناراحتی میکنه. توپ متوقف هست و اون سمت حمودی باید بازی رو به جریان بندازه برای جلوویچ. غلامی تعادل خوش رو از دست میده و یه خطا گرفت. بالاخره این مهاجم جنگنده و حالا از منطقه مناسب صاحب یک ضربه ایستگاهی میشه تیم میهمان. تصویر هم ببینید که خطا رو چگونه مرتکب شد بر روی او، مدافع تیم داماش. حاج صفی پشت توپ هست، خودش هم احسان میکنه زمینی، قطع ارتباط از مختاری. یه بار دیگه حاج صفی این بار خودش مستقیم به سمت دروازه که نه ضرب لازم رو داشت و نه دقت و نهایتا ضربه
دروازه اعلام میشه. یه تغییر دیگه در نتایج اتفاق افتاده، ملوان گل دوم رو توسط رافایی دقیقه 28 به مس کرمان زده. به اوقات ملکوتی اذان مغرب به افق رشت هم رسیدیم. انشاءالله طاعت ها و عبادت های شما مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره، التماس دعا داریم. و حال برنامه مسابقات به گونه ای شد که تلاقی پیدا میکنه با اذان مغرب در برخی از استان ها. امیدواریم ترتیباتی اتخاذ بشه که این مسئله، حالا ببینیم از یوتیوب چه گونه استفاده میکنه. بازیکن شماره 7 متوسل زاده که رحمان احمدی توپ رو گرفت، به حال با چند دقیقه این ور اون ور کردن خیلی هم شاید اتفاق خاصی نیفته، اما به حال سازمان لیگ هست و اعلام برنامه ها از سوی این سازمان. حبیب دهخانی توپ رو میگیره، اعلام خطای متوسل زده، توپ در اختیار زردپوشان هست. ملاحظه بفرمایید اینجا آقای دانشمر اعتقاد داشت که متوسل زده روی سید هادی عقیلی خطا رو مرتکب شد. رحمان احمدی پشت توپ هست، دروازه‌بان یک دست سفید پوش سپاهان نوشهریه و در سه بازی حساسی که تیم ملی در راه رسیدن به جام جهانی داشت دروازه‌بان ایران بود و گلی رو هم دریافت نکرد. به هر حال برای او هم افتخاری است. دهقانی به هیچ وجه غیبت رحمتی نگذاشت که به چشم بیاد و انصافا هم فوق‌العاده دروازه‌بانی کرد رحمان احمدی. احمدی، علی احمدی، دو تا احمدی داره که رحمان احمدی دروازه‌بان، علی احمدی هم که اصلا مدافع است اما چون امروز سپاهان هافک نداره در مرکز زمین داره برای تیمش کار میکنه. حاک صفی یه پرتاب گرفت، ابوالفضل حاجی زاده در تصویر مشخصه، پرتاب رو ایران نژاد انجام میده. تو به نظر به بیرون رفته، اینگونه هم هست. زلاتکو کرانچار راضی نیست، مشخص است شیوه بازی تیمش. خنده همچی عصبی هم داشت، به حال چند مهره کارآمد خودش رو به همراه نداره. خلیلزاده، عقیلی و شجاع اشتباه میکنن اما از این توپ هم نتونست استفاده بکنه متوسل زاده و توپ بیرون رفت. احمدی باید به توپ ضربه بزنه، این کار رو انجام میده. برگشت توپ از رحیمی، حسن زاده به توپ نمیرسه، ایران نژاد، احمدی، حرکت پاپی و با خطا متوقف شد. ملاحظه بفرمایید حاجی زاده خطا رو مرتکب شد، بلافاصله جهانالیان، توپش به پاپی نرسید. یه تکل خوب از سهرابی اما باز هم زردپوشان سپاهان صاحب توپ هستن. یه حساب درون محوطه جریمه و حبیب دهقانی توپ رو میگیره. دهقانی به زمین حریف، حسن زاده به دنبال توپ، یه موقعیت هست برای متوسل زاده، توپ رو پاش سوار شد اما دقت لازم رو نداشت. در 40مین دقیقه این ضربه توسط این بازیکن زده شد، امین متوسل زاده.
بازی کاملا پایا پایی رو از هر دو تیم دیدیم، بیشتر تو در میانه های میدان بود و خطر خاصی متوجه دروازه ها نشد. امیدواریم در نیمه دوم بازی به مراتب زیباتری رو از هر دو تیم ببینیم. یه بار دیگه اعلام خطا میشه، این بار به صورت آبی پوشان داماش، 7-7 تعداد خطاها، 14 خطا در دقیقا 40 دقیقه. یه ضربه سر از متوسط زاده که حسن زاده رو صاحب توپ میکنه، حسن زاده رو به عقب، ابوذر رحیمی با پای غیر تخصصی خودش شجاع توپ رو برگشت میده. حالا جلوویچ، او هم نمیتونه کاری از پیش ببره، نظیفکار با دهقانی جانالیان، ایران نژاد، پاپی، ایران نژاد، پاپی در عرض حرکت میکنه، حاج صفی، جهانالیان، ایران نژاد، پاپی، تو به بیرون رفت به سود زرد‌پوشان. حاج صفی میاد تا از پرتاب‌های بلندش استفاده بکنه، عقیلی هم ترجیح میده خط دفاع رو رها بکنه و به درون محوطه جریمه بیاد و از ضربات سر احتمالیش استفاده بکنه. حاج صفی هم دورخیز میکنه، ببینیم چگونه توپ رو پرتاب میکنه. در محوطه جریمه دهخانی توپ رو مشت میکنه و پرتاب تکرار خواهد شد. این بار برای پاپی ارسال در محوطه جریمه، دهخانی هم سعی میکنه توپ رو بگیره، یه اثر روی توپ گذاشت و نهایتاً سهرابی توپ رو دور کرد، اما سپانی ها همچنان صاحب توپ هستند. عقلی، حاج صفی، غلامی میخواد بچرخه به توپ ضربه بزنه، توپ رو از او گرفتن، یه مثلث خیلی قشنگ اونجا شکل میدن، اما باز هم توپ در اختیار زرد‌پوشان هست. حمودی از همونجا ارسال به درون محوطه جریمه، برگشت توپ این بار از مختاری، محمدی نتونست، البته حسن زاده بود که نتونست روی توپ اثر بگذاره. پاپی یک ارسال دیگه به درون محوطه جریمه، یه اشتباه، موقعیت هست برای تیم سپاهان و توی دروازه. جلوویچ، چیکار کردند مدافعین و دروازه‌بان داماش؟ و جلوویچ در 43 دقیقه برای تیم سپاهان گل میزنه. شادی او و نیمکت نشینان سپاهان، تصویر آرستر رو خواهیم دید که چه اتفاقی افتاد و مدافعین و دروازه‌بان داماش چیکار کرد. اما رضا بفرمایید این توپی که سانت شد روی دروازه، دهقانی و هادی محمدی، ضربه سرش رو به عقب بود و چقدر راحت توپ وارد دروازه شد و اندک هواداران سپاهانی حاضر در ورزشگاه ازدی که شادمان هستن. چه دقیقه ای هم به گل رسیدن، دقایق پایانی نیمه اول، تو آب سردی باشه بر پیکره داماش. اگر امکان داشته باشه یه بار دیگه از یه زاویه دیگه ما بتونیم تصویر گل رو ببینیم، سپاسگزار میشم. آقای پیروزرام ناظر داوری سمت راست، آقای پورادی هم از پیشکسوتان عرصه داوری و آقای جهانی هم رئیس کمیته انضباطی فوتبال استان رو هم دیدید. ما لازم بفهمید این توپی که فرستاد کجا زد، اصلا عجیب غریب بود. هادی محمدی ضربه سرش رو به عقب بود، ضمن اینکه حبیب دهقانی هم کم مقصر نبود. دروازه‌بان وقتی خروج میکنه باید مطمئن باشه از دفع توپ یا دریافت اون، که هیچ یک از این دوتا اتفاق نیفتاد و محمدی هم ضربه سرش رو به عقب بود و به سان یک پاس تا سپاهان به گل برسه در یک بازی که کاملا متعادل بود. برگشت تو از شجاع، احمدی، رحیمی،
خودش صاحب توپ هست. کاردوست، نظیفکار، یک بار دیگه ارسال رو ببینید که چگونه انجام شد به درون محوطه جریمه. پاپی بود که انجام داد و توپی که نهایتاً وارد دروازه شد. دو دقیقه اعلام وقت تلف شده میشه در نیمه اول، در حالی که سپاهان با گل دقیقه 43 جلوویچ 1-0 پیش افتاده. همین بازیکن که الان صاحب توپ هست. حرکت از خود جلوویچ، همچنان هم داره پیش روی میکنه و توپی که نهایتا نصیب آبی پوشان میشه. ایران نژاد سهرابی، نظیفکار، رحیمی، خطا بر روی حاجتی در اوقات تلف شده. ببینیم داماش میتونه گل تساوی رو به ثمر برسونه و نیمه اول رو با باخت به رختکن بره یا نه. تصویر سرم ببینید که علی احمدی چگونه خطا رو مرتکب شد. حاجتی باید توپ رو روی دروازه سانت بکنه. تمامی بازیکنان داماش هم پیش اومدن در اون محوطه جریمه. حاجی زاده نتونست به توپ ضربه بزنه. کاردوست در عرض، مختاری، کاردوست پشت محوطه جریمه میره که موقعیت فراهم بیاد برای حسن زاده. بعد تریلی که هست توپ رو زدن، اعلام پرتاب. البته توپ هنوز بیرون نرفته، حالا بیرون میره. آبشک هم نیست که توپا رو بلند پرتاب بکنه. ملاحظه بفرمایید اینجا حرکت کرد، هم جنگنده است هم انصافا شم گلزنی بالایی داره حسنزاده. در همین لحظه هم سوت پایان بازی به صدا در میاد و داماش 0 سپاهان 1. آمار بازی رو خواهیم دید که به چه طریقی بوده در نیمه اول. خطا 7 داماش 8 سپاهان، کورنر 1-1، آفساید نداشتیم، البته یه دونه داماش داشته، کارت زرد نداشتیم، قرمز هم به همین ترتیب شد به دروازه. یه دونه داماش 2 تا سپاهان، سانت 3 در مقابل 4، موقعیت گل 2 تا داماش 3 تا سپاهان، 50-50 هم درصد مالکیت توپ بوده. استراحتی خواهیم کرد، انشاءالله با آغاز بازی در نیمه دوم خدمتگزار شما خواهیم بود. محصولات نادری با نیم قرن سابقه درخشان. سردترین تابستان هایر همراه سپری بکنید. گیرا همراه با کادری مجرب و متخصص، کلاس های ویژه خواهران و برادران، آموزش تعمیرات تلفن های همراه و تبلت، پرداخت تسهیلات خود اشتغالی بدون بهره، کارآفرین برتر سالهای 90-91. تفاوت را با گیرا همراه احساس کنید. نشانی رشت، چهارراه قدس، ساختمان گیرا همراه. تلفن 324-47-20. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر. نیمه دوم دیدار تیم‌های داماش و سپاهان رو تقدیم حضورتون میکنیم، در حالی که در دقیقه 43 جلوویچ تک گل برتری سپاهانی‌ها رو به ثمر رسون. ببینید در 45 دقیقه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و صحبت‌های مربیان چه تغییری بر روند بازی و احتمالاً نتیجه خواهد داشت. امیدواریم که نیمه دوم بازی زیباتری باشه. انصافاً نیمه اول بازی جذابی رو ندیدیم.
تیم داماش تعویض رو هم انجام داده. من سیف اللهی رو دیدم که به زمین بازی اومده، حالا خدمتتون عرض می‌کنم که به جای کدام بازیکن به زمین آمده. حرکت از یاران آبی پوش، برگشت توپ و حاجی زاده، حادی سهرابی از زمین بازی خارج شده و سیف اللهی به بازی اومده. یک تغییر برای جبران نتیجه توسط داماشی انجام شد. سهرابی دفاع راست بود و حالا میبینیم که سیف اللهی گوش راست هست و میل او به حمله بیشتر هست. ببینیم این تعویض چقدر تاثیرگذار خواهد بود در بازی تیم داماش در نیمه دوم. سیف اللهی که ابتدای فصل یکی دوتا بازی اول هم انصافا خوب کار میکرد. جانالیان و توپی که در اختیار خودش هست. احمدی، جانالیان، جلوویچ روی توپ اثر میذاره. حمودی، حاجتی توپ رو از او گرفت. حسنزاده میتونه پاس هم بده، حالا با سه مهاجم داره حمله میکنه تیم داماش، اما عقیلی پوشش خوب رو میده. احمدی توپ رو دور میکنه از منطقه خطر، ضربه سر 21 به بیرون میره، یعنی ابوذر رحیمی روی نیمکت ذخیره های تیم داماش هم، میلاد فرانی، ابراهیمی، کبه، الماسخاله، سروشنیا و چاوشی نشستن. شهاب گردان، مرادمن، آرش افشین، کاظمی، شریفی، اسکندری و علی کریمی هم نیمکت نشینان تیم سپاهان در این دیدار هستند. بازه سپاهان آرش افشین رو هم داره، همینطور حمیدرضا کاظمی که او هم مهاجم بسیار خوبی است. 48مین دقیقه. تیم پرسپولیس هم در دقیقه 70 گل سوم رو به فولاد زد توسط سید مهدی سید صالحی. یه نتیجه خوب برای سرخپوشان پایتخت قبل از شهرآورد تهران. اونجا با دو تا بازیکن با هم درگیر میشن. شجاع خلیل‌زاده با کاپیتان تیم داماش، یعنی حاجتی، توپ هم در اختیار آبی پوشان هست. صحبت میکنه عقیلی با حاجتی، داور هم اونجا حضور داره، خوشوبشی هم میکنن با هم. شجاع خلیل‌زاده البته عذرخواهی کرد، یه لحظه عصبی شد، خودش هم اومد عذرخواهی کرد. آفرین به حاجتی، عکس العملی هم نشون نداده بود در وقتی که او به حال به سمت او آمد. به حال برخی از برخوردها در فوتبال اشتراک ناپذیر هست. حاجتی برای رحیمی، خود حاجتی میتونه توپ رو سانتر بکنه، این کار رو حالا انجام میده. به درون محوطه جریمه موقعیت برای متوسل زاده، همچنان هم موقعیت هست، توپ هنوز به بیرون نرفته. متوسل زاده به دنبال توپ که احمدی توپ رو از او گرفت. خود احمدی یه پاس قطری میندازه برای غلامی، توپش به پاپی میرسه، پاپی تو سر توپ میزنه، غلامی در کنارش هست، جانالیان هم در عرضش. توپ به جانالیان نمیرسه اما خود او تلاش میکنه و توپ رو میگیره. علی حمودی، حاج صفی احسان، احمدی، حمودی، خود حمودی صاحب توپ هست. یه بازیکن از پیش رو برمیداره، میتونه توپ رو ارسال بکنه، این کار رو انجام میده و توپ به کورنر میره. علی حمودی بازیکن خوزستانی تیم سپاهان. حاج صفی باید ضربه کورنر رو بزنه. ابوذر رحیمی خوشنود نیست از این تصمیمی که کمک داور اول این دیدار محمد رضا امینی اعلام کرده و اعتراض میکنه. ببینیم حالا از ضربه کورنر سپاهانی‌ها چگونه استفاده میکنن. ارسال بلند و ضربه سری که توسط مختاری زده میشه. مناسبه فهمایی تصویر آهسته رو تو پیک فرستاده میشه و اگر مختاری نمیزد خطرناک میشد و سپانیا اونجا
میتونستن ایجاد موقعیت بکنن. حاج صفی میره اون سمت و از اونجا ضربه رو بزنه. ببینیم به چه طریقی ضربه زده میشه. ارسال در نوع محمد جریمه و توپی که دور میشه. حسنزاده یه حرکت از دور، دو بازیکن به اون نزدیک میشه، یک پاس رو به جلوی عالی برای سیف اللهی و اعلام خطا، دست به جیب هم میشه آقای دانشمه و بازیکن خاطی رو جریمه میکنه با یک کارت زرد. فکر کنم حمودی بود، حمودی کارت زرد میگیره، اون رو به سمت خودش هم فرار میخونه. علی حمودی کارت زرد میگیره. کار حسنزاده خیلی خوب بود، مناسب فهم جانالیان از پیش رو برداشت، با روی پای راست خودش یه پاس میده و حمودی اینجا خطا رو انجام میده و بلافاصله کارت زرد و داور میگیره. مهدوی هم نیست تا این ضربات رو بزنه. ببینیم از این موقعیت خوب چگونه داماشی ها استفاده خواهند کرد. حاجتی هم داره با دانشمند صحبت میکنه، فکر کنم اعتقاد داره که داشت با دروازبان تک به تک میشد و به حال باید اخراج میکرد. تصمیم داور کارت زرد بود. موقعیت موقعیت مناسبی است. دیوار دفاعی زرتوشان اصفهانی هم شکل میگیره. حاجی زاده پشت توپ هست، حاجتی هم اونجاست. یه بازیکن راست با بهترین ضربات رو میتونه بزنه که گویا خود حاجی زاده میخواد بزنه. برای خود حاجی زاده موقعیت همچنان برای خود او، هر دو بار توپ برگشت داده شد. حالا پاپی میره ضد حمله رو شکل بده برای غلامی. غلامی دست حرکت میکنه و حالا او با خطا متوقف میشه. نزدیکای کنج محوطه جریمه سپانی حالا صاحب یک موقعیت خوب میشن. ببینیم اونها چگونه از این توپ استفاده خواهند کرد. 8 تا خطا داماش، 10 تا سپانی هم حرکت غلامی بود که با خطا متوقف شد. 53 دقیقه برای سپانیا هم میتونه موقعیت خوبی باشه. ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. حاج صفی، عقیلی همه اونجا هستن. جانالیان از این جمع جدا شد. پاپی هم اونجاست. حاجی عقیلی هم میاد در محوطه جریمه. حاج صفی مثل که میخواد بزنه. جلوویچ هم هست. نهایتاً حاج صفی و جلوویچ پشت توپ قرار گرفتن. جلوویچ پشت توپ به سمت دروازه، توپش به بیرون رفت. منظور فهمه تصویر آیسته رو که چگونه جلوویچ به توپ ضربه زد. عقیلی برطرفی که هست توپ رو دور میکنه، روی توپ اثر میگذاره. پاپی، ابوزر رحیمی یه پاس بلند به دفاع تیم سپاهان و شجاع خلیزاده ترجیح میده توپ رو به بیرون بفرسته. سیف اللهی پاسش به حاج صفی رسید اما غلامی نتونست حاج صفی رو صاحب توپ بکنه و توپی که او به او داده بود و برگردونه. یه بار دیگه اعلام خطا و باز هم داماشی ها صاحب توپ. کاردوست پشت توپ هست، حاجتی هم به او نزدیک میشه. کبه هم میخواد به زمین بازی بیاد. یک حساب در محوطه جریمه محمدی پیش اومده تا اشتباه خودش رو جبران بکنه. جمشید دانشمر به رحمان احمدی نزدیک میشه، او احساس ناراحتی میکنه و بازی باز هم متوقف میشه. چون دروازه‌بان هست باید به وضعیتش در زمین رسیدگی بشه، مگر اینکه نتونه بازی بکنه و تعویض بشه. اینم کبه
بازیکن شماره 19 که مترصد ورود به زمین مسابقه است. ببینیم به جای کدام بازیکن به بازی میاد. ابوالفضل حاجی زاده باید زمین بازی رو ترک بکنه، بازیکن آذری تیم داماش. و حالا ببینیم کبه چه تأثیری بر روند تیمش خواهد داشت. کبه ای که ابتدای ورودش به داماش در فصل گذشته هم خوب بازی میکرد هم خوب گل میزد، بعد مصدوم شد، دیگه اون کبه فصل گذشته در اوایل انصافا نیست. حالا ببینیم آماده میشه یا نه. خب رحمان احمدی هم به بازی برمیگه. زوباهن گل دوم رو به نفت تهران زد. راه آهن سورینت هم یکیچ از گسترش گولا پیش افتاده. بقیه نتایج همون هست. حالا ببینیم مسعود حسن‌زاده چی کار میکنه. در اون محوطه جریمه تعادل خودش رو از دست داد، داور به اون نزدیک میشه و پشت محوطه اعلام خطا میکنه. حالا اگر خطا بود داخل بود یا بیرون شاید تصویر آهسته مشخص بکنه اگر فرصت باشه. آها ببینید اینجا حرکت میکنه عقیلی، آره انگار پشت محوطه زد. ببینید با پای راست ابتدا میزنه و خطا پشت محوطه بود و او داخل محوطه افتاد و یه بازیکن چپا میتونه از این موقعیت استفاده بکنه. ملاحظه بفرمایید اینجا حسن‌زاده چه سرعتی داشت و عقیلی رو چگونه جا گذاشت، با اینکه از او عقب‌تر بود آمد و در واقع از او هم پیشی گرفت و با خطا متوقف شد. موقعیت بسیار خوبی است. حاجتی میتونه از اینجا به توپ ضربه بزنه. هادی عقیلی هم کارت زرد گرفت روی این صحنه. دیوار دفاعی تیم سپاهان هم شکل میگیره. داور صحبت میکنه با بازیکنان سپاهان و میگه که جلوتر نیان. خیلی موقعیت خوبیه واقعا، یه بازیکن برای یه بازیکن چپا خیلی ایدئال هست این منطقه. نظیف‌کار هم تازه چپا است. خود حاجتی و توپش به مدافعین برخورد میکنه و به راحتی فرصت از دست میره. که به میخواد توپ رو پرتاب بکنه. سیف‌اللهی به اون نزدیک میشه، ارتباط قطع میشه، به سیف‌اللهی توپ نرسی. مختاری صاحب توپ یه کار خطرناک هم میکنه اما بازیکن حریف که غلامی باشه روش خطا میکنه. مختاری بازیکن با تجربه است. تصویر آهسته هم دیدید که توپ چگونه به مدافعین برخورد کرد و این موقعیت از دست رفت برای تیم میزبان. ارسال بلند توپ از مختاری در اون محوطه جریمه، ضربه سر عقیلی. جلوویچ توپ رو دور میکنه، در دو مرحله اما توپ به داماشی ها میرسه. اعلام پرتاب ابوذر رحیمی، نظیف‌کار برای رحیمی، یه پاس خوب برای حسن‌زاده. یه بازیکن از پیش رو برمی‌داره و این بار دیگه اعلام خطا نمی‌کنه. جمشید دانشمند. حسن‌زاده اعتقاد داشت که با خطا متوقف شده. به هر حال بازی رو رحمان احمدی از کنار دروازه‌اش باید به جریان بذاره. ملاحظه بفرمایید اینجا حرکت کرد حسن‌زاده و خطا به نظر می‌رسید اتفاق افتاده و مچ پاش رو زد مدافع سپاهان، با اینکه داورم نزدیک بود اما اعتقادی نداشت به خطا. دقیقه 60 این اتفاق افتاد. کبه خطا میکنه روی حاج صفی. 10 خطا داماش، 13 تا سپاهان. 30 دقیقه پایانی مسابقه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
هاش صفی پشت توپ هست. ملاحظه بفرمایید چگونه کبه خطاش اعلام شد. هاش صفی با پای چپ توپ ارسال خواهد کرد، این کار انجام میده. برگشت توپ از نظیفکار، جانالیان، عقیلی به دنبال توپ، محمدی اونجا عقیلی رو از پیش رو برمیداره و از سری پاس بده و خطای عقیلی اعلام میشه. عقیلی اعتقاد داره که خطایی رو مرتکب نشده. پرسپولیس هم تا دقیقه 87 همچنان با همون سه گل از فولاد پیش هست. دو گلی که در 12 دقیقه اول به ثمر رسوند خیال این تیم رو راحت کرد. توپ رو از منطقه خطر سپانیا دور میکنن. مختاری، کبه، کاردوست، نظیفکار، ضربه سر عقیلی، 29 محمدی، مختاری، توپش به حاجتی نرسید اما بازیکن دیگری که متوسل زاده باشم نمیتونه روی توپ اثر بگذاره. جلوویچ به دنبال توپ، نظیفکار یه ضربه سر و توپ رو به بیرون میفرسته. محمود کریمی رو دیدید، مهاجم سپاهان در اوایل دهه 80 انصافا گلزن خوبی بود، محمود کریمی سیبکی. 5 عقیلی، 7 پاپی، 23 جهانالیان، 9 غلامی. توپ او رو گرفتن یان داماش، کاردوست یا مختاری بود. سیف اللهی ضربه سر، خود سیف اللهی به دنبال توپ و خطای روح الله سیف اللهی اعلام میشه. سبای قم هم یه گل به سپاسی زده. یه بار دیگه نتایج رو مرور بکنیم. پرسپولیس 3-0 فولاد رو تا اینجا شکست داده. بازی در دقایق پایانی دنبال میشه. سبای یه گل به سپاسی زده. ملوان 2-0 در کرمان از مصر پیش افتاده. راهن از گسترش فولاد 1-0 جلو هست. روباهن 2-0 نفت رو برده. تراکتورسازی سایپا تنها بازی است که امشب بدون گل هست. یه بازی باقی میمونه که بازی فردای استقلال خوزستان با استقلال تهران خواهد بود. داور دست به جیب شده، من متوجه نشدم به کدام بازیکن کارت زرد رو نشون داد. اگه تصویر آستر دوستان لطف کنه. آصف اللهی 27 پاشو بیش از حد بالا آورد و سیف اللهی هم کارت زرد رو از جمشید دانشمه دریافت میکنه. روح الله سیف اللهی بازیکن فصل گذشته پرسپولیس. مختاری به خوبی توپ رو کنترل کرد. هادی عقیلی قطع ارتباط. خود مختاری مشایعت میکنه تا توپ به دهقانی برسه. حالا ابوذر رحیمی از منطقه چپ حرکت میکنه، یه پاس رو به جلو برای حسنزاده، اگر به توپ برسه. حسنزاده توپ رو کنترل میکنه، حرکت به سمت دروازه که شجاع خلیل‌زاده توپ رو بر میگردونه. جلوویچ، احمدی کجا فرستاد توپ رو و ضربه دروازه اعلام میشه. سپاهان کاملا تدافعی داره بازی میکنه تا این سه امتیاز رو حفظ بکنه. سپاهانی که نسبت به فصول گذشته خیلی خوب شروع نکرده، هرچند این تیم 10 امتیاز داره اما باز هم اگر در مقام مقایسه بر بیاین نسبت به سالهای پیش خوب شروع نکرده، ولی سپاهان واقعا یکی از تیمهای خوب فوتبال کشورمون هست با ساختاری بسیار قوی که همواره در طول یک دهه گذشته جز مدعیان قهرمانی بوده و حالا یا لیگ رو برده یا جام حذفی رو، به هر حال از تیم‌های مقتدر فوتبال ما بوده. هادی محمدی میخواد یه پرتو بلند انجام بده. شکل و شمایل ایستادنش که معید این مطلبه.
به در محوطه جمعه برگشتتون. پرتاب تکرار خواهد شد. خطا به نظر میرسید روی مختاری اعلام خطا هم میشه. حاجتی باید سری بازی رو به جریان بندازه. کاردوستم در کنارش هست، ملاحظه بفرمایید. خطا کاملا مشهود بود از محمد غلامی. 11 در مقابل 16 تعداد خطا هاست. ارسال از حاجتی به درون محوطه جریمه. عقیلی توپ رو برگشت میده، خود حاجتی توپ رو میگیره، باید توپ بریزه روی دروازه یا پاس بده. ترجیح میده از همونجا بازی مستقیم بکنه و ضربه سر متوسل زاده که رحمان احمدی به راحتی توپ رو در اختیار گرفت. بلافاصله برای جلوویچ زنده تک گل بازی تا بدین لحظه. محمد غلامی، جلوویچ، حاج صفی، یه کنترل خوب میتونست پاس بده به خود غلامی. چجوری زد ضربهش، اصلا چیکار میخواست بکنه معلوم نبود. به هر حال ضربه دروازه اعلام میشه. چاوشی هم داره خودش رو آماده میکنه تا به زمین مسابقه بیاد. دهقانی به توپ ضربه میزنه. چبه به توپ نمیرسه. جلوویچ، نظیفکار، جانالیان، ملاحظه بفرمایید سبک بازی سپاهان رو. از نیمه زمین خودشون این وتر نمیان و از هر جا توپ رو بهشون میدی واقعا زیر توپ میزنن. بازیکن محروم و مصدوم زیاد دارن، واقعا با اون سپاهان فصول گذشته خیلی تفاوت داره این سپاهان. نویدکیا، جباری، ابراهیمی، سوکای، امید ابراهیمی، اینا فعلا تو این بازی نیستن. بولکو هم به همین ترتیب. امروز اگر داماش مهدوی و آبشکو داشت واقعا میتونست بازی به مراتب زیباتری دام از خودش ارائه بده. متوسل زاده هم باید زمین بازی رو ترک بکنه تا ببینیم در ادامه چاوشی چگونه بازی خواهد کرد. بازوبند رو هم خارج میکنه از دست خودش حاجتی و حالا کاپیتان داماش در ادامه چاوشی خواهد بود. مثل کرمان یه گل زده. ارسال به درون محوطه جریمه، یه ضربه سر، موقعیت هست و دروازه باز میشه. گل برای تیم داماش و اختلاف در واقع نتیجه 1-1 مساوی میشه و سیف اللهی گل مساوی رو به ثمر میرسونه. روح الله سیف اللهی در 69مین دقیقه بازی رو مساوی میکنه. داماش 1-1. بازی مساوی شد. بالاخره این سانت‌ها جواب داد برای تیم داماش و سیف اللهی کوتاه قامت روی یک ضربه سر ملاحظه بفرمایید موفق میشه دروازه رو باز کنه. این ضربه‌ای که حسن‌زاده زد و یه جایی فرستاد که دیگه هیچ کاری از رحمان احمدی بر نمیومد. این ارسال انجام شد توسط مختاری. اون ضربه سر از حسن‌زاده و ضربه تمام کننده رو سیف‌اللهی زد. از زوایای مختلف ببینید که سیف‌اللهی چگونه دروازه رو باز کرد. 1-1 مساوی. 70مین دقیقه. داماش 20 دقیقه دیگه فرصت داره حتی این نتیجه رو هم تغییر بده. این هم شادی پس از گل سیف‌اللهی که گل تساویش رو به ثمر رسوند. توپ به بیرون میره.
یه درگیری اونجا به وجود میاد بین بازیکنان دو تیم. یه خود بازی به احال حساس شده، داور میاد و بازیکنان رو از هم جدا میکنه. بازی باید روند طبیعی خودش رو پی بگیره و هنوز 20 دقیقه دیگه مونده. ببینیم داور چه تصمیم میگیره. آقای دانشمه حاج صفی در متن این درگیری و حرکت بود، حالا کمک داورم آقای برون با او صحبت میکنه، ببینیم چه تصمیم میگیره آقای دانشمه. حاج صفی اعتقاد داره که بازیکن داماش با استوکاش روی پای او رفته و حال بازی داور داره، داور باید تصمیم بگیره که چه اتفاقی افتاده. حاج صفی که یک کارت گرفت، حالا اون یکی بازیکن داماش کی بود؟ مرزو بفرمایید. این حاج صفی هادی محمدی با او درگیر شد. تماشاچیان به مدد داماش می صحبت میکنه با او نظیفکار. هادی محمدی از داماش کارت گرفت. حاج صفی هم از سپاهان. آن اینجا اعتراض کرد به او، گفت که چرا با استوکاش روی رونش اومده و حال داور که تصمیم گرفته بود بازی رو دنبال کنه. تیم کرانچا برتری رو از دست داد. پرسپولیس هم نهایتاً با نتیجه 3-1 تونست فولاد رو شکست بده. فولادیا در دقایق پایانی یک گل زدن. پرسپولیس با روحیه خوب به مصاف استقلال در هفته آینده خواهد رفت. چاوشی توپ رو از او گرفتند، پرتاب به سود سپانیا. این چاوشی است و پرتابی که باید زردپوشان انجام بدن. غلامی احساس ناراحتی میکنه، خطا بر روی او اعلام شده. ببینیم از این ضربه چگونه استفاده خواهد کرد. حمودی پشت توپ هست، باید توپ رو روی دروازه سانتر بکنه. دورخیز هم نکرده، چبه مقابلش هست. استاد در محوطه جریمه یک ضربه سر خطرناک هست و چبه تلاش میکنه تا مانع از اوت شدن توپ بشه، به توپ نرسید. توپ به سود داماش اعلام شده. چبه ضربه سر، چاوشی توپ رو برگشت میده، خطا هم اعلام میشه. احمدی احساس ناراحتی میکنه. داماش هر سه تعویض خودش رو انجام داده، تعویض هایی که بالاخره منجر به گل رسیدن داماش هم شد و بازی مساوی شد. واقعا داماش میتونه این سپاهان رو شکست بده. احمدی احساس ناراحتی میکنه، بازی متوقفه در 75مین دقیقه. هنوز 15-16 دقیقه دیگه به پایان بازی ما زمان داریم، زمان زیادی است تا پایان. و حالا ببینیم استراتژی افشین ناظمی و یارانش در ادامه چه خواهد بود. اگر باز کن مستو باید ببینیم از این منتقلش کنن. نظیفکارم گویا همین مسئله رو به داور میگه. به حال ملزم بفهمه که چه اتفاقی افتاده. ضربه سری که زده شد، چاوشی یه استوب سینه اومد توپ رو بزنه، احمدی روی پاش رفت و احساس ناراحتی کرد. نظیفکار
باید به توپ ضربه بزنه برای یه حاجتی، با پای چپ یه پاس بلند به پشت محوطه جریمه، یه ضربه چاوشی. بازیکن چارچوب شناسیه واقعا، اگر آماده باشه خیلی به کار تیم داماش میتونه بیاد. رحمان احمدی پشتتون، یه ضربه سهل از نظیفکار، اعلام خطا از محمد غلامی. امروز دوید اما خیلی در جریان بازی تیمش دیده نشد. حاجتی توپ رو بلند میفرسته به پشت محمد جمعی زبسته کبه به دنبال تو، که بازم احمدی از دروازه خارج میشه و توپ رو میگیره. احمدی به زمین داماش، بازم هادی محمدی ضربه سرش رو به عقب هست، توپ میرسه به حاج صفی و حبیب دهقانی میگیره. این دومین باره که هادی محمدی ضربه سرش رو به عقب هست. چاوشی توپش به پاپی میرسه، پاپی توپ رو به بیرون میفرسته تا به وضعیت ابوذر رحیمی رسیدگی بشه. هنوز تعویضی رو انجام نداده زلاتکو کرنچار. ببینیم آرش افشین یا کاظمی یا بازیکن دیگری رو به زمین میفرسته یا نه. اینجا شجاع خلیل‌زاده است که روی توپ اومد و این تک که منجر به مصدومیت ابوذر رحیمی شد. 78مین دقیقه 1-1 مساوی. بازی در نیمه دوم به مراتب زیباتر و پر افتخیستر از نیمه اول بوده. محمدی قطعا توپ رو در اختیار سپانیا قرار میده، این گونه هم میشه. رحمان احمدی برای عقیلی، خود عقیلی میانه زمین، ضربه سر از حاجتی. غلامی به دنبال توپ که یارن داماش توپ رو کنترل میکنه. دهقانی، داماش حالا آتش بیشتری داره برای زدن گل دوم و برتری. کاردوست یه پاس رو به عقب، مختاری زودتر از حمودی، مسعود حسنزاده، زباهن هم گل سوم رو به نفت تهران زده. نفت تهران شکست سنگینی رو در مقابل زباهن داره تجربه میکنه، زباهنی که دومین پیروزی پیاپی خودش رو داره به دست میاره. کبه ابوذر رحیمی، یک حساب در محوطه جریمه، برگشت توپ از خلیل‌زاده، حالا کبه یه پاس بسیار خوب، موقعیت هست برای سیف‌اللهی و به ثمر رساندن گل دوم. کجا زد ضربه‌اش رو سیف‌اللهی، میتونست خودش و تیمش رو دو گله بکنه. خیلی بد زد ضربه‌اش رو روح الله سیف‌اللهی. کبه چه پاسی داد، یه پاس تو در، اما قدر این توپ رو ندونست سیف‌اللهی و ضربه دروازه آلا اعلام میشه. از این زاویه هم ببینید قشنگ پاس داد کبه و خیلی بهتر از اینها میتونست سیف‌اللهی به توپ ضربه بزنه. حسن‌زاده یه حرکت دیگه، عقلی رو جا میزنه، خطا نمیگیره، یه خود مشکوک بودید صحنه. به هر حال بازی دنبال میشه. حاج صفی یه بازیکن دست به شروع بر میداره، اما بازیکن بعدی که مختاری باشه به خوبی پوشش میده، همچنان هم صاحب توپ هست. باید سری پاس بده، این کار رو حالا انجام میده. ملاحظه فرمودید حسن‌زاده چگونه سرنگون شد و نهایتا رحمان احمدی.
عقیلی، ایران نژاد، جلوویچ، اعلام پرتاب به سود سپاهانی ها، یه دست گذاشت رو سینه‌اش عقیلی و حال داور اعتقادی به خطا نداشت. پاپی، البته احمدی است، بازیکن شماره 6، یه پاس بلند برای حمودی، اگر به تو برسه و داور دستور خودش میدمه و تو باید اختیار تیم داماش قرار بگیره. رحیمی، حسنزاده انصافاً پرتلاش هست، خیلی خوب حرکت میکنه، بازیکن پا به توپی هم هست. مسعود حسنزاده قطعاً در آینده بیش از پیش قابلیت های خودش رو نشون خواهد داد. این بازیکن شماره 17 خیلی خوب کار میکنه، هم سرزنه، هم پا به توپه، هم جنگنده. اینجا حرکت میکنه و با خطا متوقف میشه. سفلایی پشت توپ، حاجتی هم هست، موقعیت دیگری برای تیم داماش به دست میاد. ارسال به درون محوطه جریمه کوتاه هست. حاجتی میتونست بلندتر توپ رو بفرسته ضربه سرش، حالا بلندتره. پشت محوطه جریمه عقیلی برگشت، حالا مختاری به سمت دروازه. محمد مختاری نیمه دوم خیلی خوب کار کرد. 83 دقیقه، 7-8 دقیقه دیگه هنوز به پایان مسابقه زمان داریم، زمان کمی نیست. یه کنترل خوب از مختاری، توپش تو چارچوب نبود در حالی که کامل روپاش سوار شده بود. آرش افشین به زمین بازی میاد به جای 9 غلامی. محمد غلامی زمین بازی رو ترک خواهد کرد، نمیادم دست بده. ببینیم حالا عکس العملش در قبال کرانچار چگونه خواهد بود. به حال میده و دستم میده با زلاتکو کرانچار و آرش افشین در ادامه بازی خواهد کرد. کبه ابوذر رحیمی، یک اصاله بسیار خوب در محوطه جریمه به دنبال توپ. سیف اللهی که باز هم رحمان احمدی میاد و توپ رو میگیره. یه ضربه سر از نظیفگار، این ضربات سر رو به عقب با اون ضرباتی که هادی محمدی رو به عقب میزنه خیلی تفاوت داره. راهن سورینت که یک بسته و گسترش فولاد پیش بود، حالا 2-1 عقب میفته. نفت تهران هم یک گل به زوباهن زده تا اون بازی 3-1 بشه. ملوان 2-1 با مصر جلوه. سبا 1-0 از فجر سپاسی پیش افتاده. پرسپولیس هم با فولاد 3-1 بازیشون تموم شد به سود پرسپولیس. تراکتور و سایپا هم همچنان بدون گل مساوی هستن. این بازی هم که 1-1، بازی که در نیمه دوم آبستن حوادث زیادی بود. حرکت از حاج صفی، توپ زیر پای خودشه، حاجتی به خوبی توپگیری میکنه، مختاری پاس میده، ارتباط قطع میشه. هادی محمدی بود که این پاس اشتباه رو داد. میانه زمین، حرکت از خلیلزاده، توپ به بیرون میره. علی کریمی میخواد به زمین بازی بیاد. توپ نصیب کبه میشه برای سیف اللهی که در کنترل توپ موفق نیست، البته پاس خوبی هم به او داده نشد. بازیکن شماره 12 اصفهان علی کریمی است، به جای حاج صفی میخواد به مسابقه بیاد. جانالیان، داماشی ها صاحب توپ هستن. کبه، خود کبه، ابوذر رحیمی از منطقه چپ میتونه یک پاس رو به جلو بده. پاس خوبی رو
نداد به حسنزاده. حسنزاده خودش میاد روی توپ اثر میگذاره، همچنان هم در تلاش هست به هر طریقی که هست، تعادل خوش رو از دست میده و اعلام خطا نکرد و به علت آنچه که تمارز میخونه جمشید دانشمهر یه کارت زرد رو هم به اون نشون میده. تعویض باید انجام بشه. حاج صفی زمین مسابقه رو ترک خواهد کرد. ببینید با چه جنگندگی توپ رو گرفت، تنه به تنه شد با حمودی و داور اعتقاد داشت که او قصد فریبش رو داشت و به همین خاطر یک کارت زرد رو به مسعود حسنزاده داد. این بازی کن علی کریمی، پاپی برای کریمی، توپ رو سانت میکنه رو به جلو، قطع ارتباط به خوبی انجام شد. خلیلزاده، احمدی، ایران نژاد، جهانالیان یه پاس رو به جلو و حبیب دهقانی توپ رو میگیره در 87مین دقیقه. دو تیم امتیازات رو تا اینجا تقسیم کرده. یاران داماش باید توپ رو پرتاب بکنه. دوازده حاجتی، توپ به احمدی میرسه، او هم بلافاصله برای علی کریمی که تازه به میدون اومده. خود علی کریمی یه پاس رو به جلوی دیگه، مختاری به خوبی ارتباط رو قطع میکنه، یک پاس پشت مدافعی میخواد بده، برگشت توپ، عقیلی روی توپ تاثیر میذاره، کریمی هم نمیتونه توپ رو کنترل بکنه. کاردوست توپش به روح الله سیف اللهی نرسید. اغراق نیست اگر بگیم نیمه دوم کاملا بازی در اختیار تیم داماش بوده و امیر آبدینی به حال راضی باشه از روند بازی تیمش، هرچند این تیم به پیروزی نرسید اما یکی چقدر بود مساوی کرد، انصافا بازی رو هم در اختیار داشت. حالا ببینیم که آیا در این چند دقیقه پایانی اتفاقی خواهد افتاد یا که خیر. کبه اشتباه میکنه در دادن پاس، اما قبلش روش خطا شده بود. این رو جمشید دانشمهر میگه. 12 تا خطا داماش، 22 تا سپاهان. سپاهانی ها زیاد خطا کردند. ملاحظه بفرمایید، آره قبلش خطا بود که توپ از دست رفت و حال خطا هم به درستی اعلام شد. مختاری یک ارسال بلند دیگه به درون محوطه جریمه، رحمان احمدی از دروازه خارج میشه و توپ رو میگیره، با دست یه پرتاب بلند رو هم انجام میده و نصیفکار توپ رو به بیرون فرستاد. از ارکان خط دفاعی تیم داماش است علیرضا نصیفکار. حاجتی، کبه، نصیفکار، حبیب دهقانی باید توپ رو دور بکنه، این کار رو انجام میده. میانه زمین ایران نژاد، یه توپ بلند، قطع ارتباط هست. هادی محمدی، سیف اللهی برای خود محمدی، محمدی لب خط، سیف اللهی، توپ به بیرون میره. 90مین دقیقه، 1-1 مساوی. رو به عقب پاپی، 4 دقیقه اعلام وقت تلف شده این دیدار میشه. حاجتی یا چاوشی است، یه پاس رو به جلو برای سیف اللهی که توپ به پای خودش برخورد میکنه، به بیرون میره. یه برخورد هم انگار اونجا انجام شده بود. افشین ناظمی هم همچین مسئله ای رو داره میگه به داور مسابقه، اما او اعتقادی به خطا نداره. ملاحظه بفرمایید، توپ به بیرون رفت.
پرتاب برای سپاهان تکرار خواهد شد. خب یه تغییر نتیجه دیگه، ملوان گل سوم رو زد به مثل کرمان دقیقه 84، دقاقله موفق شد که ملوان رو 3-1 پیش بندازه. توپ برمیگرده، زوباهن هم که 3-1 از نفت تهران پیش افتاده، راهن سورینت هم 2-1 از گسترش فولاد عقب افتاده. سبا هم با همون یه گل فجر سپاسی تا اینجا شکست داده، تراکتور سایپا گلی در بر نداشته، این بازی هم که 1-1. 12 حاجتی تمامی سرزنهای داماش جلو رفتن، یک ارسال بلند در اون محوطه جریمه و باز هم رحمان احمدی جلویش، حالا میره تبدیل میگه زده حمله بشه، البته مدافعین داماش اونجا هستن. سپلایی یه لحظه اثر گذاشت روی تو و نهایتا تو به پای خود او برخورد میکنه و بیرون میره. جهانالیان، ابوذر رحیمی، کریمی، ایران نژاد برای عقیلی. 120 ثانیه بیشتر به پایان این بازی زمان نداریم. 1-1 مساوی. چبه مختاری توپش به حسن زاده نرسید، خلیزاده ضربه سر و کنترل توپ از حاجتی و خطای جهانالیان بر روی او اعلام میشه. نظیفکار باید به توپ ضربه بزنه، الان هر تیمی گل بزنه جبرانش واقعا غیر ممکنه. نظیفکار یه توپ بلند به درون محوطه جریمه که به ضربه سر، یک اشتباه میتونه دروازه باز بشه، چاوشی به دنبال توپ، پاپی و اعلام خطا از ابوذر رحیمی. رحمان احمدی یه لحظه جلو اومده و توپ نزدیک پشتش بره، به حال یه دقیقه پایانی رو تقدیم حضورتون میکنه. توپ در اختیار تیم سپاهان قرار میگیره طبق نظر داور. ثانیه های پایانی بازی، آمولزه بفرمایید. این توپ های بلند که فرستاده میشه به قلب خط دفاع، کبه یه اثر گذاشت روی توپ و تغییر جهت داد، توپ با پایی که در واقع با پای هادی عقیلی، حالا موقعیت هست برای حسن زاده، ببینیم او چی کار میکنه در این ثانیه های پایانی که باز هم توپ رو احمدی میگیره. مختاری و اعلام خطا بر روی او، 15 ثانیه پایانی مسابقه. بازی زیبایی بود، برحال تساوی حداقل استحقاق تیم داماش بود، انصافا خوب بازی کرد به ویژه در نیمه دوم، اما به نظر میاد که دو تیم بله این بازی رو با تساوی به پایان میرسونن. تا ببینیم در هفته های آتی چه خواهند کرد، آمار بازی رو هم خواهیم دید. زمین که امیدوارم این بازی متوجه به نظر شما قرار گرفته باشه. 12 خطا داماش، 26 تا سپاهان، یک کرنر داماش زد، 3 تا سپاهان، آفساید یه دونه داماش داشته، کارت زرد 3 در مقابل 3، کارت قرمز خوشبختانه نداشتیم، شوت به دروازه 3 تا داماش 3 تا سپاهان، سانت 8 در مقابل 4، داماشی ها سانتاشون بیشتر بوده، موقعیت گل 6 تا داماش داشته، 4 تا سپاهان، 54% مالکیت توپ از آن داماش بوده، 46% از آن سپاهان که معید برتری داماشی ها در نیمه دوم بود. انشالله که این بازی به ویژه در نیمه دوم متوجه و عزت شما قرار گرفته باشه. تا دیداری بعد همه شما رو به یگانه من نامی سپارم. این گل تساوی این بازی است که توسط روح الله سیف اللهی به ثمر رسید. خداوند یار و نگهدار همه شما. تنها طعمی دلچسب و سرشار از پروتئین، محصولات لبنی تنها. کلوچه سنتی نادری،
محصولات نادری با نیم قرن سابقه درخشان. خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان محترم برنامه هدیه زندگی. میگن زندگی درک درست لحظه هاست، ولی آیا لحظاتی رو که قرار با همدیگه به تماشاش بشینیم میشه درست درک کرد؟ آیا برامون قابل تصور هست؟ با به تصویر کشیدن این زندگی ها و این مردم میخوایم بخشش و ایثار و از خودگذشتگی رو معنا کنیم. بخشش یعنی زندگی رو سبز دیدن، یعنی بارش باران نور، یعنی چشمه ها در جوششند. ایثار یعنی قطره ای با قطره ها، گنجی از گنجینه ها. مهربونی یعنی از خودگذشتگی، یعنی چشمه ها در جوششند، یعنی زندگی رو سبز دیدن، یعنی مرگ ها در زندگی، یعنی باور امیدها در زندگی، یعنی زندگی رو تا ابد سبز دیدن. لطفاً تا پایان برنامه هدیه زندگی در کنارمون باشید. من حدود 6 سال دیالیز می